روح ربا. روح‌های آشنا همدیگر را می‌یابند و شلوغی دنیا مانع از شناختشان نیست. روح‌های آشنا آن روح‌هایند که پیش از آن که جسمیت بگیرند و پا بر زمین بگذارند یکدیگر را می‌شناختند و در لایه آگاهی مشترکی به سر می‌بردند. ارواح دارای صفوف مختلفند و هر گروه طبقه خود، یعنی لایه آگاهی را که از آن برآمده است، می‌شناسد. آن روح‌هایی که در اینجا بی هیچ مقدمی نسبت به هم انس و الفت احساس می‌کنند، غالباً از یک طبقه‌اند. و آن روح‌هایی که نسبت به هم تعارض و تخالف احساس می‌کنند، از گروه‌های مختلفند که آبشان در یک جوی روان نیست و به تعبیری از لایه‌های آگاهی مختلفند. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: انها جنود مجنده فما تعارف منها اعتلف و ما تناکر منها اختلف. روح‌ها نیروهایی اند که برخوردار از تجهیزات خیشند. آن ارواح که با یکدیگر آشنایی داشتند با هم انس و الفت دارند. آن ارواحی که چنین آشنایی ندارند در اختلافند. هر گروهی رنگ و بوی آگاهی ویژه خود را دارد، مسیر خیش را دارد و بر شکل خیش عمل می کند. کل و یعمل و علا شاکلته. و برای هر گروه هادی ویژه است. لکل قومن هادن، لکل قومن هادن، زیرا همه آنها از آگاهی یکسانی برخوردار نیستند. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ همه گروه های روحی باید رشد خود را داشته باشند، زیرا برای همین آفریده شدند و برای همین به زمین آمدند. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. اما هر کدام مسیری دارد که بر فطرت او نهاده شده است، سخت یا آسان. مسیر رشد او بر نفس او نگاشته شده است. و فی انفسکم افلا تبصرون. روح‌ها اگر در زمین که سکوی پرتاب آنهاست مرتکب خطاهای عدیده گردند، کار را بر خود سخت‌تر و راه را صعب‌تر نمودند و چنانچه در هر شرایطی حق را تسلیم باشند، رشد خود را به سهولت تضمین نمودند. و کار هر روحی سواست، چه هر کدام قابلیت‌های خود را دارند. اما رسیدن به مرجع اعلا برایشان مشترک است، درست مثل کوهنوردانی که هر کدام از زاویه به سوی قله صعود می کنند. زیرا سیر الالله به عدد نفوس خلایق است. پس هر کدام ماجراها و مقدرات خاص خود را دارند، آشنایی های خود را دارند، انس و الفت خود را دارند و علاج هر شهری سوا است. ارواحی که دارای مشترکاتی ویژه اند، یک گروه محسوب شده و در اصطلاح قرآنیش برخوردار از یک صف اند. مراد از این صف مرتبه رشد و آگاهی آنهاست. به تعبیری همان لایه آگاهی است. چنان که گفته شد، برای هر گروه از ارواح یک هادی است که همان روح رباست. اما روح ربای اصلی یکی بیش نیست و آن روح اعظم است، روح الله است. آن یگانی است که همه چیز در قبضه قدرت اوست. پس روح رباهای دیگر به واقع شاگردان و زیر مجموعه های اویند که به اذن او دستندرکار راهنمایی ارواح دیگرند. روح اعظم همان یگانه و فرید دهر است که بزرگ و تجلی خود را دارد. همچنان که ارواح بزرگ دیگری به اذن او کار می کنند نیز هر کدام دارای تجلی خیشند. پس درباره مطالب انتزاعی صحبت نمی کنم، بلکه از وجودهای بزرگ و زنده سخن می گویم. روح ربای ما آن است که قلب و روح ما را می رباید. کلمه‌اش به دل می نشیند، چهره‌اش آشنا است، ما را بیاد خدا می اندازد، مسیر را نشانمان می دهد و از ما جز تسلیم در برابر حق هیچ مزدی نمی خواهد. روح ربای ما
یک معلم الهی است، کسی است که جز به خدا نمی خواند. روح ربای ما همان کس است که به زبان قومش سخن می گوید، به لسان قومی. روح ربای ما راهنمایی است که ما را از قبرستان دنیا که زندان روح است خارج و به شهر خدا که شهر آزادی و حریت و رهایی از رنج است می رساند. پس همت کنیم، روح ربای خود را به دعا بخوانیم که سلوک الالله بی او ممکن نمی نماید.